برگشتیم داریم در ادامه برنامه صبح زندگی قرار داریم سپاس از که تا حالا همراهی کردین ما را و باید قبول بکنیم که در جامعه ما هستند جوانای عزیزی که خیلی تلاش میکنند در شرایط کنونی که ما در افغانستان قرار داریم در شرایط دشواری که قرار داریم میفهمیم چالش های خیلی زیاد صدرایشان واقع میشه ولی هست جوانای عزیزی که بیشتر کوشش میکنند با خاطر آبادی افغانستان عزیز ما به خاطر پیشرفت افغانستان عزیز ما طرح خوب تر داشته باشند و امروز هم مهمان عزیز را کنار خود دارم که یک طرح خوب آماده کردن نام افغانستان با جهان آقای غیور حمیدی با ما هستند مسئول یکی از نهادهای مدنی و صحبت های بیشتر را با اونا می داشته باشیم که طرحشان از چی قرار است و به اساس کدام نیازمندی خواستن این چنین یک طرح داشته باشن ولی برشون حالا سلام و صبح بخیر داریم خیلی خوش آمدید آقای حمیدی سلام عرض ادب خدمت شما و سلام تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های تلویزیون آریانا امید است که صبح با خوشی و خوبی آغاز کرد شما سلامت باشین سپاس از اینکه تشریف آوردین خب است در ابتدای صحبت های ما یک مقدمه داشته باشین راجب به طرحی که به نام افغانستان با جهان آماده کردین <تصفح> بسیار خوب است اتفاقا ترها زمان که میشه همونطور که شما اشاره کردین خیلی بجا از چندین قسمت ساخته میشه که ابتدایی در این قسمتش مقدمش میباشه مقدمه خب شامل یک یک شرح مفصل از کلیات طرح دو شامل میباشه ما این طرح را به نام افغانستان با جهان همونطور که شما فرمودین نظر به نیازمندی هایی که احساس شد ای را اجرا کردیم و منطق یا دلیل که ما ایر را خواستیم همچیک طرحی را ایجاد بکنیم و روی ازی کار بکنیم و از این نتیجه گیری داشته باشیم در آینده ها به امید خداوند ای بوده که ببینین افغانستان با جهان از نامش پیدا است مشکلات موجود در افغانستان، بحران های موجود همگیش درست است دلایل داخلی همچنان داره ولی بیشتر دلایل ازی دلایل خارجی است مم. یک قسمت دلیل که مویتر حامد ساختی معمی است که مشکلات مشکلات موجود افغانستان جنبه های خارجی داره و دلیل دوم مایی است که حال دیگه والا اگر مشکل داخلی است و دلیلش هم دا داخل وجود داره ولی به ازی که بین حکومت و ملت یک گونه بی باوری ایجاد شده که ملت دیگه به با دولت باور نمیکنه و ای دولت به ملت کار نمیکنه وگرنه راه حل های بعضی مشکلات در داخل موجود است و دلائل شما همچنان بنائا به خاطر از که ما یک میانجی را ایجاد بکنیم به خاطر حل اختلاف میان ملت و حکومت و همچنان حل مشکلات که ملت با او مواجه است یک نیاز داریم که دست دراز بکنیم به جامعه بین الملل و سازمان بین الملل، که یقینا اونا مسئولیتشان همی از اونا به منظور اجرا شدن اونها تمام کشورهایی که به اونا ملحق شده اونا زمانت آور ایجاد شرایط مساعد زیستی در سرزمین هایشان هستند سازمان ملل بنابراین ما می پردازیم به او طرف و امید است که ای طرح ما همویت شوی طرح مور مراجعه توجه قرار بگیری هرچې یک کمکه ناامیدی به یی خاطر است که وخت حکومت کار نه میکنه چته بیا در سطح بین الدول حاضر به شوه که یک گروه را اجازه به ته یک جای به ګونی رسمي برن و اونجا مشکلات هم موجود را که یقینا دلیل یا یک انتقاد سخت میتونه به با 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 حکومت باشه ایرا حمایت نخواد بکنن ولی ما کوشش میکنیم از نهادهای بیطرف، از نهادهایی که موجودیت یا شخصیت های کمیشن سیاسی نیستن اونا خیری هستن اونا کسای هستن که فقط کارهای مردمی میکنن که اکثرشون نهادهای بین المللی هست خب در کل هم چه که ما رویش کار میکنیم و یک ماست کار میکنیم و شما آقای حمیدی شما اشاره داشتین نسبتاً کتاتر بر موضوعی که شما روی این طرح کار میکنین ولی حالا بیاین مشخصاً برای ما اشاره مشخص داشته باشین که کلا محتویات این طرح شما بالای کدام موضوعات میچرخه و مشکلات که شما یادآور شدین کدام قشر جامعه را شما خواستین در این طرح بیشتر روش تاکید داشته باشین تا باشه مشکلات اونا بیشتر حل شود خب ببینین د افغانستان په لن یک وزارت حاکم شوه ک هم مردم را گرفتار مسایل اقتصادي و مالي ساختن اونه برونه هیچ زمينه تهسيلات تهسيله مناسب هي تهسيله پانتونوم که اکثرش دا متاسفونه په دلیل نفوذ فرهنګي په افت مواجهي است يعني ما مبينيم ک داخله پانتونور به چه وضعیت مواجهي مستیم خب اشي را و نشه ولی ګپایس ک باید گفته شوه تا به اصل موضوع برسیم یعنی به همچه یک وضعیت مواجه هستیم که زمینه یک اندیشه یا اندیشیدن بر جوانا، بر, بر ما بر دختر خانما، بر هیچ کسی را نماندن همه گیر دنبال یک لقمنان و دنبال از ای که چگونه به خانه سالم برسم و برگردم ساختن هدف ما یه است ما این طرح را به تمام کشورهای جهان که روابط ما با اونا مناسب نیست یا قبلا مناسب بوده حال به چالش رفته بله. با اونا شریک می سازیم و یا کشورهایی که با اونا هیچ روابطی نداشتیم با اونا می خواهیم روابط ایجاد بکنیم آه. و همچنان آه، آه در همچون مسائل میخوایم کار بکنیم و این های رو در قسمت داخل داشته باشیم خب. مشخصا آه. مشخصا ببخشیم کار که ما از اونا یا از کشورهایی که میخوایم به اونها برنامه داشته باشیم این است که اونا در داخل کشور ما حداقل در ابتدایی ترین خواسته های است از آدرس کشورشان آه. مراکز آموزشی مجانی ایجاد بکنن به خاطر تحصیل جوان ها به خاطر ای که امی نسل جوان بره به طرف علم و یک تحول فکری در کشور بیا که انتهای از سعادت ملی است درکان. مورد خیلی خوب تر اشاره کرده نقای آقای حمیدی جز از خودتان به شمول خودتان دیگر کیها در این طرح سهم داشتن که تا تونستین طرح آماده بسازین و چقدر فکر میکنین واقعا میتونه تاثیر مثبت بری داشته باشه که در شرایط کنونی مثل افغانستان بتونه مفید واقع شود اگر این طرح قبول شود خب ما هم شما گفتین ما یک نهاد داریم به نام احرار در اونجا جوانای هم فکر کار میکنیم از آغاز از یک با یک شخصی طرح به او آمد و بالاخره او اقدام کرد آهسته آه آهسته با چند آه دیگر. مشاوره و بالاخره به با ای که بر بهبودیش کار میکنیم مشترکن تا مالیس. که هرچی بهتر ازش نتیجه وصول بتانیم و اشاره نداشتین برای که چقدر میتونه مفید واقع شده خواهی گذاری از این ببینین اه، تمام اه، تمام گپه که یک شخص یا هر کسی از آه. یک کاری که میخواه بکند روزوشی است که نتیجه بگیر از او. و ما مطمئن هستیم شاید را بر از هان آمام برداشت بتانه که همچوتر هایی که ما از اینجا میخیزیم یک گروه از جوان های بیترف میریم به یک کشور دیگه از اونا خواست هایی میداشته باشیم با اونا روابط را که داشتیم برخشان میکشیم جانساری هایی که با اونا شده با اونا بر خوشان میکشیم یقینا که اگر حکومتشان نکنه مثل افغانستان شخصیت ها یا نهادهای به طرفی هستند که خواهان حمایت هستند و ان شاء الله طریق ما بتونیم که بعضی از مراکز آموزشی مجانی را به اینجا ایجاد بکنیم و زمینه تحصیل برای جوان‌ها را در کشورهایی که به اونها برنامه خود داشتیم به از خودتان و گروپتان و نهاد که شما فعلا در وجه فعالیت دارین زمانی که ای طرح روی کاغذ ریختین و گفتین چقدر دیگرها تانستن که استقبال خوبتر داشته باشن مخصوصا مرجای حکومتی آیا حمایت واقعا داشتن قسم که شما تقاضا داشتین چقدر فکر کردن میتونه که این طرح واقعا مفید واقع شود خب ببینیم او اگر به باورم باشن که مفید واقع میشه متاسفانه که کار رو نمی کنن. یعنی ما هیچگاه شاید از این نبودیم که حکومت بیاید با اخلاص تمام از یک برنامه که تاثیر مثبتش به مراتب بیشتر از برنامه هایی از که اونا خودشان می شما پیشنهاد کردین این پیشنهاد کردیم بله در حد ابتدایی چون دست ما به او بالا نمی رسم. پیشنهاد کردیم ولی از مو اول ضمن گپای مثبتی که داشتن یعنی به تناسب گپای مثبت گپای منفی بیشتر بوده مثلا این ای طرح ای ما رب میگیره به وزارت خارجه وزارت خارجه خودش خود را این موقف به خود می که این کارا مسئولیت ما آه. است و ما ای را و به نحوه می رد بکنه بناهن ما نتیجه به شده تصمیم ما به شده که باید بریم به نهاده به طرف و طرف نیت ما یا مو کسی که ما به اونجا مراجعه خود کردیم سازمان ملل است که یقینا انشالا که حمایت میکنه در صحه عملی چقدر فکر میکنین امکان تطبیق شدن این طرف وجود داره اگر امکانات در اختیار شما گذاشته شوه، اگر بر شما موقعی داده شوه؟ بسیار ساده است در زمینه اجراییش ببینید ما میال به خاطر از یک تجربه آغازین ما است ما میخیم یک تجربه بگیریم و بعدا بریم به کشورهای دیگه همچنان ما با ازبکستان هم مهم ساختیم ازبکستان که روابط خوبی خوب داشتیم نخستین قدم شما شاید نخست از اینجا قدم. آغاز بله. به خاطر که هم از لحاظ مادی و کم مصرف تمام میشه بر ما و همچنان و قدر روابط ما در حد نیست یعنی چالش های سیاسی یا نظامی ما در گذشته اقتصادی ما با ازبکستان طوری نبوده که ما او را نتانیم درست تحلیل بکنیم و از او یک بحثی را حصول بکنیم که بالاخره برخونه بکشیم یعنی رابط روشن و واضح و بدون کدام مشکل داشتیم با اونا با ازبکستان میریم تا با موتر اونجا میشه رفت با بعض نهادهای مدنی اونا هم آهنگ کردیم از اونا خواهش کردیم که شیرهای علمی اکادمیک و سیاسی خود را تا حد ممکن گرد همایی تنظیم بکنن ما میریم و ما به زبان خود اونا هر زبان کونا خواهششان می باشه تاریخچه روابط ما را با اونا مشترکات فرهنگی اقتصادی و هر لحاظی را برخشان میکشیم. می کشیم هایی که ما با اونا کردیم اونا بر کشور ما کردن در طول تاریخ برخشان میکشیم تا ما رو توجهشان قرار بگیره و حد اقل یک ده جوان را بخواین بر تحصیل بر یک بورس اونجا برشان زمینه را مساعد بکنن یایی که یک نهاد را بسازند دا داخل افغانستان در دا یک ولایت یا در کابل یا میشه در نزدیکترین این طرف سرحد بسازند تا کمی جوان ها از مستفید چون کار بکنند مرحله اجرایش ساده است ما گام برداشتیم فقط بحث مادیات است بله. ببینیم اه... بفرمایید. بفرمایید خب خیلی موضوعات خوبتر اشاره کردین آقای حمیدی تا حال شما چقدر تانسته از طریق نهاد که فعالیت میکنین اینچنین ترهای خوبتر داشته باشین و قبل از این تره تان دیگه هم داشتین تانستین پیشنهاد بکنین و قبول شده یا خیر yeah. یا این نخستین تره تان بود ببینین من به با این باور رستم یک کسی از دوست ها یک روز به ما گفت که ده جوان وقت میاین یک جای میشن بله. باید کارهای بکنن ما شاید هستیم مثلا, مثلاً می یک مثال کوچک میخوایم بزرگ بزرگ مثال بزرگ بفرمان. هتلر مثلا یک شخصیت که میلیون ها آدم خواه و آباد دیگه این که شخصیت چگونه بود از بین برد و بالاخره تقریبا تمام جهان فتح کرد او یک نفر بود بله. تمام لشکر رو بخود هم را به خود امرا ساخت جوان میتونن هر کاری را بکنن هر گونه تغییر را وارد بکنن بر نظام حاکم بشار تذکی در دست زو امکانات مادی باشد ای شرایط اساس ترین بعض پس امکانات مادی است من مطمئن هستم و که ما اگر امکانات مادی بر ما مساعد شود ما این کار را پیش میبریم و میتانیم و انشالله بدون اگر من نتانم که دوستای جوانای افغان دیگی است که اونا واقعا شایسته هستند که میتون هر گونه کار مثبت را انجام بدن و یک قسمت دیگر که یک کمک شاید بیرون از هم باشه میخوایم اشاره بکنم و خدا بکنه بعضی کسایی یک طرف از خانم از بشنون امی سروتمندای فیلی اینا ببینین اکثرشان اگر در مباحث انتخابات بود کار کردن به خاطر ازی که به قدرت برسن خواهش ما از اینا است که یک کمک از امو امکانات دست داشته اگر ده بادیگارد هم رایتان میبرین هر طرف امو را پولشان وقف بکنین به خاطر زمینه بهبودی وضعیت تحصیلی و اجتماعی جوان ها سپاس از اینکه تشریف آوردین امیدوار هستیم بتانین که موفق شوین انشالله به هدف که میخواین برسین و باشا. خیلی بازم تشکر از اینکه تشریف آوردین صحبت خوب تر داشتین از تمام بیننده های خوب ما همچنان تشکر که تا حال ما را همراهی کردن تا ساعت دم ما را همراهی بکنین یک آهنگ زیبا از حسنا که در یکی از کنسرت های تلویزیون جهانی آریانا خوانده بودن با هم مشنویم و در ادامه ما را همراهی کنین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینال یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین पास हमें लाभ सब्सक्राइब करें।